ناگهان با این خدا پرواز کرد، سفره دل را برایش باز کرد. می توان درباره گل حرف زد، صاف و ساده مثل بلبل حرف زد. چکه چکه مثل باران راز گفت، می توان با او صمیمی حرف زد. سلامی دوباره به تک تک شما عزیزان و یک سبد عشق تقدیم قلب‌های مهربونتون. بزرگی خیلی زیبا گفته که نمیتونی به عقب برگردی و شروع رو عوض کنی، ولی میتونی از جایی که هستی آغاز کنی و پایان رو عوض کنی. امروز هم میخوایم در مورد یکی دیگه از چالش‌های زمان تجرد صحبت کنیم و سری 15 برنامه دنیای زن رو هم با هم به پایان برسونیم. ممنون که با ما هستید و به آخرین قسمت این سری برنامه هم بسیار خوش آمدید. امروز به طور خاص میخوام به بارداری خارج از ازدواج نگاهی بکنیم و بیشتر در مورد این مسئله صحبت کنیم. مژده خیلی کوتاه اما پربار این مسئله رو از دیدگاه خدا بررسی کرده که با ما در میون میذاره. به سوزان هم در کارگاهش سری میزنیم تا از اون یک ایده تازه یاد بگیریم. و صد البته باز هم با هم زمانی رو برای دعا و پرستش خواهیم داشت. پس تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. سلام دوستان عزیز، به عنوان یک زن و یک زن ایرانی شاید یکی از سخت‌ترین چالش‌هایی که ممکنه شخصی تو همه دنیا ولی به خصوص در فرهنگ ما با اون برخورد کنه بارداری‌های قبل از ازدواج هست. این موضوع انگی بر اجتماع هست و آبروی خانواده‌ای رو به خطر میندازه. برای همین خیلی از جوانایی که با این موضوع بغرنج در رابطه خودشون مواجه میشن راه آسون سقط جنین رو انتخاب میکنن. توی این درس به بعضی از توجیهاتی که برای انجام سقط جنین توی این شرایط داده میشه نگاه میکنیم و حتی الامکان به اونا پاسخ میدیم و در آخر به طور کوتاه وظیفه خانواده و جامعه و به خصوص جامعه مسیحی رو در رویارویی با این موزل بررسی خواهیم کرد. در اینجا به عنوان یک پزشک و یک محقق مسیحی فرض رو بر این گرفتم که همه ما میدونیم که هم از نظر علمی و هم از لحاظ اخلاقی و روحانی در هر بارداری از بد و لقاح ما داریم در مورد موجودی صحبت میکنیم که انسان هست و زنده هست، نه یه لخت خون یا نطفه‌ای که بعدها زنده میشه. توی این درس جای اون نیست که این موضوع رو از دیدگاه علمی یا روحانی ثابت کنیم. برای مطالعه بیشتر تو این مورد خوندن کتاب سقط جنین حق یا ناحق رو که در اون مفصلا این موضوعات رو از لحاظ علمی و همچنین از دیدگاه مسیحیت باز کردم به شما توصیه می کنم. پس مهمترین سوالی که پیش میاد اینه که آیا انصاف هست که از مادری که قبل از ازدواج باردار شده بخوایم که کودک خودش رو به بهای از بین بردن آبرو و حیثیت خودش و خانوادش نگه داره؟ ببینید، حاملگی یک پیشامد غیر قابل پیشبینی نیست. حاملگی یه واقعیت بیولوژیکی هست که در نتیجه آمیزش دو فرد از جنس مخالف پدید میاد. حالا چه قبل از ازدواج باشه و چه بعد از ازدواج باشه، در نتیجه اون جنینی به وجود میاد که انسان هست و به همون اندازه که مادر حق حیات و زندگی داره، اون هم از نعمت و موهبت زندگی برخوردار هست. الفاظی مثل حرامزاده یا کودک نامشروع حتی یک ذره از ارزشی که خدا به این انسان داده کم نمی کنه. ببینید، اگه شما یک کودک 2 ساله و حتی نوزادی رو کنار خیابون ببینید که پدر مادرش ولش کردن و به صرف اینکه این بچه ناخواسته هست یا از طریق نامشروع به دنیا آمده، آیا اون رو از بین می برید؟ البته که نه. انسانیت و مروت به ما حکم میکنه که حداقل سرپناهی براش پیدا کنیم و او رو به حال خودش رها نکنیم.
چرا که در درجه اول میدونیم که او انسان هست و در درجه دوم به خاطر آسیب پذیری او وجدان ما به ما حکم میکنه که ازش محافظت کنیم. ممکنه جنین برای مادر و پدر خودش ناخواسته باشه، ولی آیا این موضوع ارزش و ماهیت انسانی او رو کم میکنه؟ این انسان نه فقط وقتی به دنیا میاد انسانه، ولی علم و همینطور کتاب مقدس به ما میگه از همون ابتدای شکلگیری انسان هست. قلب او از هفته سوم میتپه، امواج مغزیش از هفته ششم قابل ضبط و اندازه گیری هست، زمانی که خیلی از مادرها حتی هنوز نمیدونن باردار هستن. دومین سوال اینه که چرا آبروی خودم رو نخرم؟ عزیزم، در بارداری‌های قبل از ازدواج سقط جنین میتونه مشکلی رو مخفی کنه، ولی هرگز نمیتونه اونو برداره. از بین بردن کودک بیگناه اما ناخواسته به دلیل رسوایی و شرم روابط جنسی قبل از ازدواج، هم برای مادر و پدر و هم برای جامعه‌ای که او رو وادار به این عمل می‌کنن، به مراتب رفتاری نادرست‌تر و غیر منصفانه تر هست. این طرز فکر ریاکاری هست که حفظ آبرو و احترام حتی اگه ظاهری و دروغی باشه بر انسانیت و شفقت چیره بشه. این ضربه بزرگی بر اخلاقیات جامعه هست. مادر ترزا میگه چه فقر بزرگتر از اینکه تصمیم بگیریم که کودکی باید بمیره تا من اونطوری که میخوام زندگی کنم. شکی نیست که برای خیلی از مادرها، مخصوصا کسایی که از حمایت خانواده برخوردار نیستن، نگهداری و مراقبت از بچه‌هایی که حاصل روابط نامشروع هستن خیلی مشکل هست و اینجاست که نقش کلیسا و جامعه مسیحی حیاتی هست. اول از همه میخوام بگم زنی که قبل از تعهد ازدواج حامله شده ولی تصمیم گرفته که یک اشتباه یا گناه رو با اشتباه دیگه‌ای به بهای گرفتن جان مظلومی سرپوش نگذاره، واقعا قابل ستایش است. زنایی که با توجه به همه مخالفت‌ها و شرم ناشی از این عمل تصمیم گرفتن که یا با نگهداری یا با سپردن بچه خودشون به فرزندخواندگی دیگری او رو قربانی آبرو و حیثیت خودشون نکنن، بدون شک از احترام ویژه‌ای برخوردار هستن. ولی وظیفه خانواده و به خصوص جامعه مسیحی توی این راستا چی هست؟ چون در سقط جنین ما در مورد از بین بردن موجودی زنده صحبت می‌کنیم، خانواده و به خصوص جامعه مسیحی باید تو این زمان بحرانزا به کمک فرد بشتابن، نه اینکه او رو قضاوت کنن یا او رو ایزوله و انگشت‌نما بکنن. توی این بحران‌ها مادر و همینطور پدر بیشتر از هر چیز احتیاج به حمایت و پشتیبانی همه جانبه جامعه مسیحی داره. وظیفه ما این نیست که به قضاوت بنشینیم یا میانبر ساده سقط جنین رو انتخاب کنیم یا استدلال رو توجیه کنیم که چرا سقط جنین جایز هست. از مثل سامری نیکو درک میکنیم که برعکس در این موارد باید برای کمک از جان و مال خودمون مایه بذاریم و اون چیزی رو هم که نداریم با کمک یکدیگر فراهم بکنیم. این اصل کتاب مقدسی نه فقط اینجا بلکه در سرتاسر کتاب مقدس دیده میشه و میتونید به بعضی از این منابع رجوع کنید. اگر مادری در صدد هست که به هر علتی بچهش رو سقط کنه، جامعه مسیحی باید با نشون دادن حمایت کامل و با خدمت فداکارانه همراه با قربانی کردن وقت، نیرو و راحتی خودشون به کمک او برن. ابزار این حمایت و پشتیبانی به جامعه مسیحی داده شده. اینجا من فقط از منابع اقتصادی مثلا تهیه دارو یا مایحتاج حرف نمیزنم، هرچند اونم قسمتی از این حمایت هست،
ولی این حمایت شامل کارهای عملی، نگهداری، دلسوزی و پشتیبانی عاطفی هم میشه. یکی از عطایای روح القدس رحمت و دلسوزی هست. یک کدوم دیگهش خدمت به نیازمندان هست. بدون شک توی هر جامعه مسیحی عده‌ای از این عطایا برخوردارن و میتونن با بکار بردن اونا از افرادی که قبل از ازدواج باردار شدن حمایت کنن و نه تنها کودک بیگناهی رو نجات بدن، بلکه وسیله‌ای باشن برای کمک، شفا و ترمیم زندگی اون مادر و یا پدر. اون زن درمند و بیچاره و تنها که با بارداری ناخواسته مواجه هست و احتمالاً همون دوست پسرش اونو وادار به سقط جنین میکنه یا ممکن اونو تهدید میکنه که ولش میکنه، هر اشتباهی هم که قبلاً کرده حالا نباید مجبور باشه این بار رو به تنهایی تحمل کنه یا میانبر سقط جنین رو انتخاب کنه. کلام خدا توی غلاطیان باب 6 آیه 2 میگه بارهای سنگین یکدیگر را حمل کنید که این گونه شریعت مسیح را به جا خواهید آورد. این اصل به خصوص در زمان بحرانی بارداریهای ناخواسته باید شاخصه جامعه مسیحی باشه. در غیر این صورت چه فرقی بین ما و جوامع دیگه هست؟ دوستان عزیز، در ادامه این برنامه با ما باشید که به کارگاه سوزان عزیز بریم و ببینیم چه ایده تازه‌ای برای آیه حفظی امروز داره. سلام عزیزان، خوشحالم که باز فرصتی مهیا شده تا با هم باشیم و قسمتی از کلام خدا را به خاطر بسپاریم. ارمیا باب 1 آیه 5 اینطور میگه: پیش از آن که تو را در رحم نقش بندم تو را شناختم و پیش از آن که به دنیا بیایی تو را جدا کردم. آمین. شکر برای کلام خدا که در زندگی ما عمل میکنه. امروز میخوایم یک کاردستی بسیار ساده درست کنیم تا این کلام زیبا رو بتونیم از طریق این کاردستی به خاطر بسپاریم. میخوایم امروز یک سری آویز درست کنیم که شما میتونید این آویزها رو در هر جایی از خونه آویزون کنید و ازش استفاده کنید. وسایل مورد نیاز ما کلیپس هستش از هر نوعی که شما دوست دارید. وسایل تزئینی نیاز داریم، میتونه گل خشک، دکمه و یا هر وسیله تزئینی باشه و یک بند که میتونید شما از روبان، کنف و حتی از ریسمان استفاده کنید. میریم که با هم این کاردست رو درست کنیم. البته خب باید کلام خدا رو، همون آیه مورد نظرمون رو نوشته باشیم و یا پرینت کرده باشیم و آماده باشه. یه مورد نظرمون رو در پایین آویز اضافه میکنیم و میتونیم به هر جایی که دوست داریمون رو وصلش کنیم. وقت بسیار عالی در خدا وقت داشته باشیم. خدا نگهدار. اینم از
آخرین قسمت برنامه و خب متاسفانه آخرین سوالی هم هست که میتونیم بهش جواب بدیم، ولی قول میدیم که توی سری های آینده همین کارو باز بکنیم. لادن جان، سارا جان، روز آخره، آخرین سواله، واقعا مرسی که تمام این مدت با ما بودید و خیلی هم برکت گرفتید. این جواب و این سواله برای خود ما هم واقعا مفید بود شنیدن اینها. بله. عزیزی گفتم من قبل از اینکه با مسی آشنا بشم با کسی دوست بودم و از او بچه دار شدم، ولی ایشون به بحث این که فهمید که من بچه دار هستم منو رها کرد و رفت. گاهی اوقات فکر میکنم به این که بچه رو سخت کنم ولی میترسم، لطفا منو راهنمایی کنید. خیلی سخته میدونی، ولی چیزی که هستش، اتفاقا از یک عزیزی میشنیدم چرا یک کار بد و بدتر، میدونی بالاخره این یک امری بوده که اتفاق و اشتباه بوده صورت گرفت و اشتباهات ما عاقبت چرا دوباره اشتباه کنم بچه رو هلاک کنم از بین ببرمش و اون بچه چه تقصیری داره این اشتباه رو این شخص حالا به همراه دوستش هر کسی که بوده انجام داده، ولی این بچه چه گناهی کرده که باید جواب اشتباه این شخص رو بده؟ این بچه که یه انسانه، این مادر داره براش تصمیم میگیره که بکشتش یا نکشتش. و مخصوص حالا که برنامه ما هم خب مسیحیه، چقدر خوب میشه که سر صحبت رو بکنیم با کسایی که توی کلیسا هستن. چقدر این موضوع رو ما داریم بهار، چقدر شما خوب میشه میدونی، به خاطر اینکه اینجور افراد نیاز به حمایت دارن، نیاز به یک ساپورتی دارن از لحاظ فکری، اونا رو در بر بگیرن، حمایتشون کنن، بدونن که نمیشه تنها این رو ترد شدهشون نکنیم و دائما در حال محکومیت. خودشون فهمیدن، میگه اشتباهی که کردم وارد رابطه شدم، نباید اجازه بدیم که کاملا بره تنهایی و در تنهایی که ما میشینیم این تصمیمات اشتباه و ما به عنوان کلیسا وظیفه ما اینه که حمایت کنیم و باشه که این بچه توی راههای خدا تربیت بشه و واقعا کسی باشه که اتفاقا بشه برای اون مادر یک شفا. چقدر شهادت ها هست فرزندایی که اینطوری به دنیا آمدن، چه کاری دارن در دنیای مسیحیت انجام میدن. آره اونو میخواستم. این مجسمه خیلی خیلی جالب و خیلی هم این مجسمه انگار ربط داشت که ما دیدیم که یه بچه انگار تو دستای خدا خدا از این بچه محافظت میکنه، این بچه تو دستای خدا حتما برای این مادر شرایط راحتی نخواهد بود. این بچه به دنیا اومده، ولی باید بدونه که خدا برای این بچه فکر داره، خدا برای این بچه نقشه داره و ازش محافظت میکنه. و برای افرادی که دارین توی شاید بیننده، من دوست دارم از این فرصت استفاده کنم، یک پیامی هم باشه که فکر نکنن تنهاست، فکر نکنن، حتما برن پیش یک دوستی، حتما برن پیش یک خانواده که حمایت بشن، کمک بشن، فکری، جسمی، عاطفی، عبورش بدن، برای بچهش کمک باشه، برای رشد بچه، رشد خود بچه هم همینطور. مرسی واقعا تمام این مدت وقت گذاشتید، خیلی وقتای خوبی بود واقعا. میدونم که باز میخواید ادامه برنامه رو داشته باشید، قوت خدا با هاتون باشه. مرسی عزیزی هم که این سوال رو فرستاده بودی، امیدواریم که این جواب تونسته باشه یه کوچیک به شما کمک کرده باشه. عزیزان بریم و در ادامه برنامه همراه ما باشید. خب دوستان، امیدواریم که امروز تونسته باشیم به شما کمک کنیم. امروز کلی در مورد موضوع فرزند خارج از ازدواج شنیدیم و دیدیم که حتی در این رابطه هم سقط جنین کاملا از نظر کلام خدا رد شده. بله، و در مورد وظایف خانواده و جامعه، مخصوصا جامعه مسیحی، در رویارویی با این مشکل هم شنیدیم. آمین که بتونیم گامهای مؤثرتر و بهتری در رفع این مشکل برداریم. خب همراهان همیشگی و عزیز دنیای زن، به پایان یکی دیگه از مجموعه برنامه ها رسیدیم. امیدواریم که تونسته باشیم در طول این سری پاسخگوی یک سری از سوالات شما بوده باشیم، مخصوصا
مجردین عزیز که 13 برنامه به اونها و مشکلاتشون اختصاص داشت. آدرس ها و لینک های برنامه رو روی تصویر میبینید. دوست داریم که از تک تک شما بیشتر بشنویم. نظراتتون، پیشنهاداتتون، موضوع های دعایی و حتی ایده و طرح‌های شما. پس یادتون نره که با ما در ارتباط باشید. قبل از اینکه بریم برای پرستش، لحظاتی هم برای تمام چیزهایی که امروز و در طول این سری شنیدیم دعا کنیم. مین. خداوند تو رو شکر میکنیم برای اینکه کلام تو حقیقته، کلام تو زنده است. آمین. و خداوند تو رو شکر میکنیم برای تعالیمی که یاد گرفتیم. آمین. که خداوند سخت جنین از تو نیستش و آمین. تو فرزند رو دوست داری خداوند و دوست نداری که آسیبی به فرزند رسیده بشه. پس به نام عیسی مسیح برای عزیزانی دعا میکنم که بعد از شنیدن این کلام خداوند متوجه این موضوع مهم شدن، یا شاید سختی داشتن، فرزندشون رو سخت کردن. همین لحظه اولا برای آرامش دعا میکنم. دعا میکنم که روح محکومیت همین لحظه از تو برداشته بشه و با قلبی توبه کار به حضور این خدا بری و بگی من این فرزندی رو که باعث شده که از بین ببرم رو تقدیم تو میکنم و به من قوت بده تا بتونم که در این مسیر به جلو برم. به نام عیسی مسیح برای خواهرانم، برای مهناز دعا میکنم، برای مریم که داری این برنامه رو نگاه میکنی و شاید در این موضوع داره به فکر رسیده بودی که در این روزها بری و این کار رو انجام بدی و امروز دیدن این برنامه به تو گفتش که نه و تو امروز به خداوند لبیک گفتی. به نام مسیح به مریم ها، به نیلوفر ها، به مهناز ها کمک کنه خداوند عزیزم و تو خدایی باشی که خداوند به قوت این موضوع ادامه بدی در زندگی عزیزان ما. ممنون و متشکر تو هستیم به نام عیسی. آمین. آمین. همینطور خداوند من هم دعا میکنم برای خداوند دختران و پسرانی که خداوند مجرد هستن و در ارتباط با همدیگه قرار میگیرن. خداوند دعا میکنم که رابطه های اونها رو در حفاظت آمین. خودت قرار بدی آمین. تا خداوند ثمره این رابطه خداوند فرزندی نباشه که خداوند از ازدواج از بیرون هستش، هنوز قبل از اینی که این عهد رو در حضور تو ببندن. خداوند دعا میکنم که از اونها محافظت کنی تا خداوند بدونن که تا چه حد باید روابطشون رو با هم دیگه خداوند قرار بدن تا ثمره این رابطه خداوند فرزندی نشه که خداوند به فکر اونها برسه که باید سختش بکنن. خداوند دعا میکنم که از روابط دختران و پسران محافظت کنی. دعا میکنم خداوند همون جوری که در این سری از برنامه ها ما از حد و مرزها شنیدیم، خداوند هر کدوم از ما بتونیم در روابطمون حدودی رو مشخص کنیم که خداوند ما رو خداوند به قدم های اشتباه، به تصمیمات اشتباه بله، نکشونه بله. خداوند ممنون تو هستیم که تو خداوند به فکر ما هستی. خداوند عزیزانمون رو به دستان امن تو میدیم در نام مسیح. آمین. آمین. به عقب بر نگردید و با شکرگزاری از خدا به جلو حرکت کنید. به خدا اعتماد کنید. او درهایی رو میبنده که هیچ کس نمیتونه باز کنه و درهایی رو باز میکنه که هیچ کس قادر به بستنش نیست. خدا بهترین نگهدار و محافظ توست. با خدا باش تا هیچ طوفانی نتونه در مقابل تو قد علم کنه. الهی دلتون مثل روز روشن، مثل برکه آروم، شادی قلبتون مداوم و نفستون گرم باشه. روزگارتون پر از عشق و ثانیه های عمرتون بوی عطر حضور خدا. بریم دوباره از همینجا من برم. الهی دلتون الهی دلتون مثل روز روشن، مثل برکه آروم، شادی قلبتون مداوم و نفستون گرم باشه. روزگارتون پر عشق و ثانیه های عمرتون بوی عطر حضور خدا. تا دیداری دوباره و سری جدید از برنامه ها شما رو به آغوش گرم خداوند میسپاریم. خدا حافظتون.
خداوندم خواندی مرا فرزند خود دهی هر روز محبتت نکنی ترک خداوندم چون تو به